سلامونه خرغلاس درنو هیوادوالو خپل مخام دې تاسو ټول په خیر ویډیو ډېر خرغلی لمر مخام خبرون پیل شو زې لمند مې چټول مسکا په خلو لري او ژوند مو خایسته او خوشاله تر شي نن نه ورځ مو ان شاء الله چې تر دې ما خه خایسته تر کړی وسیږي نن خبرون مو اتمن وګورین نن په خبرون کې میلمانه لرو زه پیګم چې تاسو هم منتظر یاست چې وګورئ چې میلمانه څوک دي لږ ډېر سبا موږ سره وزای شي او تاسو څخه زما غوښتنه دا ده چې له موږ سره پاتې شي مننه کوم له ټولو دوستانو څخه چې موږ ته پیامونه استوئ په واټساپ شمیرې باندې موږ ته خپل نظریات موږ سره شریکوئ نو دا ډېر زه فکر کوم چې ډېر ښه دی زموږ لپاره ښه دی او همداسې زموږ نورو کتونکو لپاره هم ښه دی شیر احمد هم راغلی دی زموږ میلمنو ته نن یو څه آماده کوي دا چې څه شی پخی له خیر سره شیر احمد خپله به یې تاسو ته ووایي خو په لومړي کې ورته ښه راغلاست و شیر احمد ښه راغلی ماښام دې په خیر مننه پام جان ډېر زیات تشکر نن لپاره ما غوښتل چې یو ښایسته چکن هاندي تیار کړو چې هغې هندي خواړه دي او خوندور دي هیله مند یم چې زموږ د میلمانه او دلیدونکو انشاءالله انشاءالله درنو دوستانو موږ همیشه وایو ډاکټر صاحبان یا استادان دی چې موږ سره په خبرونو کې یو ځای کېږي یا ارواپوهان نو موږ همیشه وایو چې څوک که غواړي چې یوه کورنۍ جوړه کړي نه نو هغه ته څه په کار دي موږ وایو چې همیشه دی باید فکر وکړي چې د آینده لپاره د آینده نسل لپاره یا ماشومان چې د نړۍ ته راځي د هغوی لپاره څه وکړي نو بهترین کار همدا ده چې مخکې د مخکې تصمیم ونیول شي چې څه د ماشوم لپاره او د دې د آینده لپاره دا ټول باید په نظر کې ونیول شي وروسته د هغه نه د واده فکر په سر که موږ تاسو بیا ولرو بیا هم ښه خبر ده او کله چې ماشومان د نړۍ ته راځي نو د هغه لپاره څه پکار دي هغه لپاره پکار ده چې موږ همیشه خپل ماشومان مثبت فکر کولو لپاره موږ تشویق کوو همیشه هغه کارونه چې مثبت دي ورباندې موږ فوکس ډېر اوسیږي چې دوی وکړي همدارنګه کوم قانون چې موږ خپل په ماشومانو باندې غواړو چې عملي کړو هغه باید خپل په ژوند کې موږ اول هغه باندې عمل کړی بیا وروسته د دې نه خپل ماشومان ورته تشویق کړو همدارنګه کوم کار چې ماشوم کوي یعنی یو کوچنی کار چې کوي د دې تشویق لپاره باید موږ څه وکړو باید تشویق شي ماشوم دانه چې ورټل شي که چیرې ماشوم رټل کیږي نو تاسو په دې پوه شئ چې دغه د ماشوم د اوس وضعیت چې تاسو ګورئ دا به د ماشوم آینده وي ول چې ماشوم په ذهن باندې ډیر بده اغیز لري یوازې په ذهن باندې نه د ماشوم په ټول وجود باندې همدارنګه خپل ماشومان باید له نورو سره مقایسه نه کړو که چیرې موږ خپل ماشوم د بل چا ماشوم سره مقایسه کوو دا په دې سیال کې ده چې موږ خپل ماشوم کم راوړو یا ورته وایو چې مثلا خپل زوی ته زه وایم چې د شیر احمد زوی ته وګوره ولې هسې کار نه کوي نه نو که داسې مو ویلي نو دلته ده چې وروره بیا موږ هر څه خراب کړي دي خپل ماشوم مو بالاخره داسې یو کار کړی دی او یو کندې ته مو غورځولی دی خپل موږ ماشوم بیا وروسته له دې همیشه ځان کم احساسوي همیشه د شیر احمد د اولاد څخه مثال ځان کم احساسوي دلته دا فکر کوي چې واقعا چې اوس وروسته له دې زه هېڅ یم ول چې زما څخه د شیر احمد زوی ښه دی نه نو دې لپاره پکار دي چې خپل ماشومان له نورو سره مقایسه نه کړو د هغوی تشویق زموږ په غاړه یوه لویه دنده ده دې لپاره باید خپل د ماشوم سره دغه چلندونه متوجه اوسو جان یو ځلې مخکې دا موضوع استاد سره موږ نیولې و کنه چې ځینې ماشومان باندې نمونه هم چک دي و و و و و دام خنه دام ډېر ډېر واقعا دا ډېر بد اغیزه لګدي ماشوم په ژوندانه باندې حتی په ټوله کې اوس مکتبونو کې په یاد بدی چې کله صنف کې نسلو یو ماشوم ته یا یو الګ ته یو صنفي ته موږ تاسو ویلې ډېر کنه چې ته ذهن د کار نه کوي یا صحیح نه پوهېږي هر شی هو هغه بیچاره هماغه څه کېږي آهسته آهسته ورباندې بد اغیزه کوي سړی آهسته آهسته له منځه ځي نو دې لپاره پکار دی چې په ټوله کې په ماشومان د باندې باید موږ ډېر توجه ولرو د هغوی په تربیه باندې یو بل شي نه خبر شوم څه شی ستا مشر روح په ټلویزیون کې وکنه خبرونه مخکې پر وتلې تمیم جان به تا د مور غیر ویل تمیم ته وګوره ته تل د کور کې ناشته آتا تمیم ځای ونیو دا که اسی ولې به باغ سره نه شو نیول نه بشه د خوراکي توک ده چې نن دا څه ډول تاسو تیار کړی دونکو اله مان تاسو هم دا خواړه تیار کړي ډیر خوندور دي او ډیر مزدار راځي ځکه چې دا ما څو ځلې تیار کړي دي او خوندور دي لمن چې تاسو هم تیار کړئ څرنګه ګورئ چې غوښه یوه کیلو مرغیسته ده او که دا تاسو وخت ولرئ اخته یې کې هم ډېر ښه دی پیاز دوه دانې کارول کېږي پیاز مې اوبو کې پریښي دي تر څو میکروب جذب نه کړي او ځینې کسان کولی شي چکی نه هم ګټه واخلي نن ما چکی نه ګټه اخیستې نو که بیا تاسو مستې اخلي باید مقدار زیات وي نو یوه کیلو مستې باید که چکوئ درې سوه ګرامه کفایت کوي
مرچک تازه پکې کارول کېږي، زنجبیل لږ زره زیات کارول کېږي، تقریبا سل ګرامه دي، خو 50 ګرامه پکې وکاروو، ځکه چې خوند لپاره ډېر ښه دی او ډېر ښه تیاریږي هم. اوږه هم پکې ډېره زیات کارول کېږي، یو غزه اوږه سپینه شوې ده. او رومیان ځین دوستان چکن هاندی کې لږ زره کم اچي، یو دوه دانې اچي، خو ما لږ زره زیات راواخیسته، ځکه چې د رومیانو سره ډېر لږ نور خوند ښه کېږي. او ځینې کسان غواړي چې که روب زیات کړي، یو خشخه روب دې زیات کړي، بیا د رومیان نه زیاتي فرق نه کوي. او څنګه کې لږ زره مسالې لکه کباب مسالو سره زیاتېږي، لږ زره زیره زیاتو، او سره مرچک دا لږ زره ترخه آمده کوي، خو زه به دونه نه ترخو مزه کوي چې زموږ مېلمانه کېدی شي مرچک ونه خوري، کم کم پکې به واچو. او تا مالګه هم پکې زیاتېږي. نو شروع چې دا غوخه به مونږه ښه وړه وړه کوو، کلم چې دا وړه کړه، اوږه او زنجفیل پیاز دا به ترشه کېږي، دا به ټول مکسوو په امیر خانه. ښه، څه رقم وړه کېږي دا؟ اوس به تاته در وښیمه. دا پاکستاني خواړه دي، هندي دا هندي خواړه دي، هندي خواړه دي چې معمولا ډېر کورونو کې دا تیاریږي او خوندور هم دي، ځکه چې اقتصادي هم راځي، دومره ګران هم نه دي. کنه دا موادونه څنګه تاسو ګورئ خبرې چې تاسو تیار کړئ، اسکه شم ورته واغوستلې. وامیره جان، دې ورځو کې ستړی کېږي لکه چې د څوکې نه خوځېږي؟ نه، ولې کله کله به راتلې تا به ویل دوی زیم زده کړمه؟ کنه نه، خو ځینې وخت چې اسان از راځم دا سخت خوړو کې راځم. شروع دې زده کړه؟ شروع خو زده مده. نو شروع چه ده؟ خو په دیګي کې پیاز مرچ ور سره اچي، او غوښه ور سره اچي، لږ لږ زره اوبه پکې اچي، دا پرېدي او سود نیم ساعت لپاره، یو ساعت لپاره اچ لک پوښ اخر کې بور سره چې بیا یو دوه دقیقې دین نو شروع شو. نو چاله زده کړم دا تانه من زده کړم. یو صحیح دی، نو زه زده کړم. موږ دوستان د شیر احمد لور کې پیدا شو، بیا دلته موږ تیار ورځ شروع خودله، شروع به خپل غوخه به راوړله، خپل به موږ ته خودله، دلته موږ زده بس. نو خو دوستان شکایت لري، وای موږ انده خوړل تاسو نو ویل کښې ما غوړس اتمن نو نو کنه دا غوخه دغه سره ورو هغه ته بیا شروع جوړو، یو دمه تازه صحیح خبر ده. دوستانو د میته زو خو مخکې لاغي باید وایم چې شرامه دی ورځ موږ ته چوپان کباب پکړه، او دوستانو سره موږ دوه وزي غسي دوه پسونه دواړه خام خام، زموږ 50 میلمانو خام خام یو خور د مو ګور. درنو دوستانو بیا مخ راغلی تاسو لمر مخ خبرونه ګوري، او ما سره زموږ درنه میلمنه اغلی روهینا شهابی د سایه د ریاست ویانده نن مخام میلمنه ده. دوی ته په لومړي سر کې خرغلاس وي، ډیر خرغلی ساز د مخام بخیر. سلام، تشکر، لطف کردین، بسیار خوش آمدید. تشکر، خوش باشید. خوش هستیم که شما را از نزدیک میبینیم، به خاطر از اینکه شما یکم مسئولیتاتون زیاد است، بیروبارتون ماشاءالله زیاد است، و این بیروبارا در اصل به خاطر چی است؟ بیشتر دوستان میگن در فضای اجتماعی میگن که بیشتر مردم دوست دارن از افغانستان بیرون برن. ده. اونجا پاسپورت نیاز دارن، بعد از پاسپورت، پیش از پاسپورت نیاز است که تذکره داشته باشن. اینجا است که بیروبار ماشاءالله سر شما بسیار زیاد است. ما میفهمم که بسیار سخت است به شما که اینقدر کسایی که میان اونجا به خاطر تذکره شما اینا را کنترل کنین سخت است. حتما سری مواردم میم. در اول میخوایم از شما پرسان کنیم روی اینا شعبی از کجا شروع کردن، مکتب کجا خواندن؟ تشکر، سلام میکنم به همه بینندای لیمر و تشکر که مرا دعوت کردیم. ما البته قبلا هم در این برنامه مصاحبه کردیم. ما درس در مهاجرت خواندیم. شما خود میفهمین مردم ما همه از جنگ متاثر است. یک تعداد مهاجر شده، یک تعداد به هر حال خانواده‌ام هم جزو مهاجرین بودم. ما درس و دانشگاه خود در مهاجرت خواندیم. و البته بعد از یک مدت تصمیم گرفتم، خودم تصمیم گرفتم که من به افغانستان برگردم. و اینجا هم دوباره درس خواندیم، رشته روابط بین الملل در کابل دوباره لیسانس خواندم، و بعد از او هم ماستری جامعه شناسی را شروع کردم. همزمان با او خب من امو وقت در طلوع کار میکردم از سال 2013 به عنوان تهیه کننده برنامه های سیاسی، که او وقت اتفاقا در او قسمت ها خانوما کار نمی کردن در برنامه جدی سیاسی، و باور مردم، یعنی اکثر مهمان هایی که همو وقتا به برنامه می آمدن، باورشانی بود که یک خانم یک دختر نباید که برنامه سیاسی بسازه، باید مثلا برداشت عمومی بود که معمولا اینا پرزنتر باشن، کارهای جدی را اوقدر بر خانوما فکر نمی کردن که اینا شاید یا توانمندیش نداره یا هر چیزی که بود.
ولی به هر حال ما سالها با همکارای خوب طلوع نیوز دمو بخش کار میکردیم و بعد از او ما کار خود با اداره مرکزی ثبت احوال نفوذ شروع کردم. رئیس روابط آمیش بودم و بعدا رئیس روابط ولایتی بودم در اداره احصائیه و فعلا هم که مسئولیت سخنگویی اداره احصائیه را دارم. بسیار خوب، بسیار خوب. این رسیدن چقدر دشواری ها را شما دیدین؟ چقدر مشکلات دیدین؟ چقدر به سختی اینجا رسیدین؟ بسیار زیاد. چند سال زحمت کشیدین؟ تا اینمی لحظه که پیش شما هستم باور کنین که ما زحمت کشیدیم. انسان برای این است که تلاش کنه. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. دقیقا. شاید مثلا بعضی ها فکر میکنن بعضی چیزا واقعا شعار زدگی هم شده، کلیشه‌ای هم شده، اما انسان بودن برای آموختن است، برای پیشرفت کردن است. اگر هرگاهی انسان فکر میکنه که من دیگه کاری برای انجام دادن ندارم، چیزی هم برای یاد گرفتن نیست، خب باید سر خدا بگذاره و بمیره. انسان تا روزی که زنده هست باید بیاموزه از هم نوع خود، از ماحول خود، از محیط و اجتماع خود و باید پیشرفت بکنه و ما هم تابع همی قانون هستیم. مشکلات بسیار زیاد است، خب همه میفهمن، بر شما هم واضح است. زندگی و کار در اجتماع، کار سیاسی کردن، نوشتن، چون من کار روزنامه‌نگاری هم دارم. سال هاست که من کار روزنامه‌نگاری را جدی دنبال میکنم. مشکل است برای یک زن، بسیار مشکل است برای مردای ما هم مشکل است. در این جامعه ما چالش های مخصوص خود داره، ولی برای یک زن دیگه بعضی موضوعات چند برابر مشکل تر است. ما دیگه حال نمیخوایم قسمت های تراژیدش زیاد بیان بکنیم، اما خب مشکل بوده، ولی ما هم نخواستیم هیچ وقتی که به دلیل مشکلات، که چون مشکلات است خیلی ما کار نمیکنیم یا ما کنار میریم و تو یک گپ. بله، مشکلات در به هر صورتش هست، در هر جا، اگر مرد است یا زن است، به گفته شما در افغانستان همگی مشکلات خود دارن و همینجا است که ما روز به روز میخوایم که به این مردم، حتی به خود ما دیگه در کل اصل به خود کار میکنیم، کار کنیم بالاخره بتانیم وطن بسازیم. اگر مرد است، اگر زن است، نیاز داریم. و چه هر سوک چی د علم پلټه کې وزي او علم زده کی نور ته رسي، نو دغه په تمه دغه په انتظار به جنت سي. نو هغه کسان چې د علم څخه لري وسيږي، نو هغه خو به موږ تاسو معلومه ده چې دغه نتیجه بستی هم په دې دنیا هم په دنیا. نو ضرورت هم دا ده چې تر کومه کچه کولای شو، که چیرې علم په چین کې هم وسیږي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې موږ تاسو باید لاړ شو، باید وایخلو، زده کړو، نو دا ته پکار دی. شما گفتین که کارهای خبرنگاری یا کارهایی که مربوط رسانه میشه حالا مصروف هستین، چطور میتونین که برسین برش؟ بسیار با مشکل. مخصوصا از وقتی که ما این مسئولیت سخنگویی اداره ملی احصائیه و معلومات قبول کردیم، یعنی باور کنین یک مسئولیت بسیار پرچالش است، مسئولیت بزرگ است. احصائیه یک اداره بسیار بزرگ است و یک بخشش که همین موضوع تذکره است که بیننده همراهش آشنا هستند، این یک بخشی از کار احصائیه است، جدا از سروی هایی که انجام میشه، از سرشماری نفوس که انجام میشه، سیستم سازی که احصائیه انجام میده. تذکره یک بخش کار ما است که مردم چون با او آشنایی دارن. یکی از جنجالی ترین بخش های ما تذکره است و این سر و کار با تمام شهروندا داره. تمام مردم افغانستان، اگر یک وزیر است، اگر وکیل است، اگر یک شهروند عادی است، اگر اهل رسانه است، تذکره بالاخره میگیره. ممکن است پاسپورت نگیره، ممکن است تحصیل نکنه یک شهروند، ولی بدون تذکره نمیتونه که در یک کشور زندگی بکنه. از این جهت چون که مواجهه ما با تمام مردم است، یعنی مردم هر کسی که مشکل تذکره داره، هیچ کسی را که نتونه پیدا کنه، سخنگوی اداره را میتونه پیدا کنه. و زنگ میزنن، انتظار مردم همی است که خب شما مثلا میگن خب شما در یک موقف هستین، شما سخنگوی یک اداره هستین، اونا فکر میکنن که تمام امکانات گویا در دسترس ما است و مردم انتظار دارن که ما مشکلشان را بشنویم، به مشکلشان رسیدگی بکنیم. بسیار مشکل به این دلیل است که ما نمیخوایم یکی از هموطنا که بر ما زنگ میزنه، ولو که او یک سلبریتی است یا سیاستمدار است یا یک شهروند بسیار عادی است که از غور بر ما تماس گرفته، من میخوام برش کمک بکنم، چون ما آدم مسئولیت پذیر هستم. به این جهت بر آدمی که مسئولیت پذیر است، پاسخگویی به اینمی حجم از مراجعه مردم مشکل است.
یعنی شما مجبور هستین که روزانه 30 40 تلفن، مسیجای واتساپ جواب بدین، برشان رسیدگی بکنین. ما اونها توقع دارن که شما مشکلشان رو حل کنین. بله، ما مردمای هستیم کم توقع بیشتر داریم در کل. و یک چیز بگویم به دوستا که زنگ میزنین، سریع از زنگ بزنین، خوب وقت دیده زنگ بزنین. شاید چون در دفتر نمی باشن اینا، به خاطر زنگ نزنین. ما یک شماره واتساپ داریم اینجا پیش یکی از همکارای ما هست. باز وقتی که برنامه نشر میشه، همگی فکر میکنن که تلفن پیش ما هست. همگی پیام میکنن، زنگ میزنن، پیام میکنن، زنگ میزنن که یک بار گپ بزنن، در حالی که تلفن اونجا موندگی است. دو سه هفته یک بار، دو بار شاید برن اون را ببینن، دیگه هر لحظه پیش ما نیست. دیگه به او خاطر به شما وقت ناوقت زنگ میزنن. من میخوام یک خاطره جالبتون از او بخشم پرسان کنم. خب پیش از او بر ما بگوین که ما فکر میکنم که به طرف وقفه میریم. پیش از وقفه یک سوال میکنم، نفوس معلوم است براتون که چقدر است؟ بله، نفوس خو 33.6 میلیون نفر نفوس است که نسبت هستن در افغانستان هستن. بله، خو که نسبت به سال گذشته سال 99 نفوس بیشتر شده. بله، یعنی ما 32.9 میلیون نفر نفوس ما بود، حال 33.6 میلیون نفر شده. این اندازه رو ما میتونیم که حد بزنیم که چقدر در کابل خود بودن؟ بیش از 5 میلیون نفر در کابل است. بیش از 5 میلیون در ولایتی که باید یک 5 لک نفر باشن، بیش از 5 میلیون نفوس زندگی میکنن. ماشاءالله ماشاءالله، خوب است، شکر الحمدلله که با هم هستیم، در کنار هم هستیم، با هم دیگر کار میکنیم، با هم دیگر میرسیم. این بسیار کار نیک است، شکر خداست. مگه د مخلو دوستانو چر بیر ترګرز استاد پختنی چې موږ رسیدلی او حتی دیران پاکستان څخه هم رسیدلی او افغانستان کې چیرته چې موږ دوستان د تذکرو هغه یو عمده برخه چې د دوی د کار ده، د اغلی روحینا شابی د دوی هغه د تذکرو د الکترونیکی تذکرو ورکړي دي، چې هغه پاکل استاسو پختنی چې موږ سره شریک شوی دي، هغه به زه له دوی سره شریکوم. د دوی پختنی به د استاسو پختنی به دوی ادمن ځواب وي. اوس لپاره لنډه ده. سر بیام خرغلی اغلی روحینا شهابی د ایسای د ریاست وان د نن ما خامس خبرونه کده بیام دوی تخرغلاسوی او تاسو سم خرغلاسوی خرغلی خبرونه ته زموږ دوستان چې افغانستان به هر دی او غوی همیشه د غختنه او د پختنه وچی څنګه کول شي تذکرو ته لاسرسی پیدا کی او د مشکلات سره ډیر افغانان د نن افغانستان کې هم مخامخ دي کله چې تذکری زموږ کورو شاترغل مونږ ونه خسل مونږ ول چې صحیح کو تذکره سره د ورقي تذکره شته خو اوس مونگا تا معلوم شد چی الکترونیکی تذکره سمر ضرورت چقدر مهم است تذکره الکترونیکی در اول اگیره بگویم با دوستا؟ حالا خود بیننده من مطمئن هستم کلشان میفهمن که پاسپورت میری پاسپورت نمیته، هر جایی که میری کار انجام نمیتن، به ویزا اپلای میکنی نمیتانی. حالا خود رفتن هم در شب و روزا شما میفهمین زیاد شده، همه به فکر ای هستن متاسفانه یک تعداد که کشور ترک بکنن. هرچند من فکر میکنم این راه حل نیست و به هر حال خود بیننده در جریان هستند که حال گرفتن تذکره چه خبرشان مهم است. دقیقا، چون بدون تذکره الکترونیکی دیگه و تذکره کاغذی یک ورق کاغذ A4 که معلومات خود یک شخص میتونه او را یک چیز جعلی جور بکنه به بسیار آسانی. و متاسفانه در کشور ما این موارد هم هست دیگه، خودتان میفهمین. یکی از واقعیت های جامعه ما هست. ما و امون خاطر تذکره الکترونیکی را دولت توزیع تذکره الکترونیکی را یکی از اولویت های خود قرار داده. این تعهد حکومت به جامعه جهانی به خاطر کمک هایی است که دریافت کرده که ما یکی از تعهدهای ما مبارزه با فساد است و مبارزه با فساد اداری متاسفانه تا حکومتداری الکترونیک نباشه که بیس از او یا پایه از او اساس از او تذکره الکترونیکی است، این غیر ممکن است. این از تعهدات حکومت است. حالا خودگه هر جایی که مراجعه کنی میگه تذکره الکترونیک داری، میگه نه، میگه خو خیکارت نمیشه. دقیقا نمیست. چطور میتونه یک شخص براحتی تذکره بگیره؟ بسیار راحت. روز اولی که تذکره رو شروع کردیم که تذکره افتتاح شد تا امروز که من با شما صحبت میکنم، نظر به امی انتقاداتی که مردم کرد، نظر به مشکلاتی که مردم گفت، نظر به مشکلاتی که شما رسانه ها بازتاب دادین، ما مکانیزما را تغییر دادیم، روش ها را تغییر دادیم و بر مردم ساده سازی کردیم. من مطمئن هستم که بیننده همراه من موافق هستن. یک روز نیاز بود که اینا وقتی فرمه خانه پوری میکنه دو نفر افغان اینا را تایید بکنه
مثلا وقت برشان همکارا باز در مرکز وقت برشان میداد، نوبت آنلاین برشان سد نمیشد. حالا قدر سهولت آمده، نه دو نفر افغان نیاز است، چون مردم ما مشکلات مردم هم میگرفتیم و پلانای آینده را اداره به خاطر اینکه ساده سازی بکنه پروسه دریافت تذکره را مطابق او طراحی میکرد. حالا فرما را وقتی یک نفر میره در وبسایت که فرما خانه پوری بکنه، قدر راحت است که حتی روزش با در نظر داشته که مثلا شما کار رسانه ای دارین، شما نمیتونین هر روز مراجعه کنین، بعضی روزهای خاص رخصتی شما هست. اونمونجا براتان میگه شما کدام روز، کدام ساعت و کدام مرکز، مرکز در کابل براتان یا در ولایات هم باشین براتان مشخص میکنه که در کدام مرکز میخواین مراجعه بکنین، کدام روز برای شما خوب است. سیستم دیگه اینال نوبت میته. بسیار مردم شکایت کرد که یک نفر میایه واسطه داره یا زور داره یا یک کس هم شناسه داره میایه کارش تا مراحل میشه، اما ما که نوبت ما هست کار ما تا مراحل نمیشه. ما نوبت دهی از طریق همکارای ما دخالت انسانی را از بین بردیم، نوبت به سیستم واگذار کردیم. حالا هر کس که اپلای میکنه سیستم برش نوبت میده. حالا فکر میکنم نسبت به گذشته بسیار سهولت آمده. این بسیار کار نکسی که آنلاین شده، این مورد از بین رفته که اگر من شما را میشناسم شاید از من زودتر شو. نه، همگی با یک وقت مناسب ضرورت است که اون وقت به تذکره خود بگیره. بسیار کار نک شده. دوستایی که در افغان در کابل یا در افغانستان در کل تذکره الکترونیکی گرفتن، به چه اندازه نفوس است؟ چقدر است؟ نزدیک به 6 میلیون نفر تذکره گرفته. درست. و خوشبختانه ما هدف یا تارگتی که تعیین کرده بودیم بر سال مالی 99، چون او وقت به رقم 5 میلیون هنوز نرسیده بودیم و اداره هدف تعیین کرده بود که ما در سال مالی 13-14 میفهمین سال مالی با سال شمسی متفاوت است. ما در سال مالی بتانیم تا 5 میلیون تذکره را توزیع بکنیم. خوشبختانه ما از امو تارگیتی هم که تعیین کرده بودیم هنوز سال مالی تمام نشده، ما به مرز 6 میلیون رسیدیم. یعنی مراجعه مردم هم این یک چیه دو طرفه است، یک تعامل دو طرفه است. مردم هم نیازمندیش داره، هم علاقمندی برای گرفتن تذکره داره، هم مراجعه مردم است، هم اداره کوشش میکنه که با وصف چالشایی که از مشکلاتی که از حتما مردم که حال مرمی بینن گله و شکایت دارن، مشکلات دارن، ازدحام است، بیروبار هست، هنوز امکانات و منابع در حد مطلوب که مردم میخواین نیست، ولی با وصف اینمی چالش ها ما کوشش میکنیم. یعنی احصائیه در قسمت تذکره در یک دوش هست کار، کوشش میکنیم که خدمات بر مردم ارائه بکنیم و تا حال 6 میلیون نفر، نزدیک به 6 میلیون، 5 میلیون و 700 و چقدر تذکره دادیم. چقدر خوب است، چقدر خوب است. دوستایی که در ایران زندگی میکنن گفتن که ما پیسه تحویل دادیم ولی تا حال کار تذکره ما نشده و تذکره ما را به دست نآوردیم. خوب شد که شما این سوال را پرسیدین. من میخوایم امی اتباعی کشور ما که در ایران هستند برای همشان بگویم که مشکلی که تذکره ایران یک کمی ناوقت رسیده و کسایی ثبت نام کرده، بایومتریک شده، پول پرداخت کرده، اما از امو زمان مراجعش هم گذشته تذکرهش داده نشده، میفهمن که اوضاع مملکت در مرز اسلام قلعه و اینا شما جنگارا و مناطقی که به تصرف طالبان در میآید محاصره دشمن است، جنگ است، میفهمین. ما تذکره را از طریق هوایی به دلیل از اینکه او پست سیاسی میشد باید از طریق سیاسی پست میشد، او کار را نکردیم چون راحت تر بتانیم به مردم برسانیم. تذکره چون چاپخانه ما در کابل است، از طریق هرات از مرز اسلام قلعه به ایران میره. اسلام قلعه به دلیل درگیریایی که بود، به دلیل اینکه مرز بسته شده بود، تذکره در هرات متوقف شد. تذکره چاپ شده بود، به هرات رسیده بود، متوقف شده بود. خوشبختانه امروز صبح ما از همکارا پرسان کردیم، سفارت و در ایران و کنسولگری در مشهد همکاری کردن، مشکل حل شده، تذکره ها رسیده و نگران نباشن، مشکلشان حل میشه، تذکره هایشان به زودی به دستشان میرسه. در چند کشور همسایه ما تذکره الکترونیکی داریم؟ هدف ما این است که برای تمام مهاجرین ما که در کشورهای اروپایی است یا در کشورهای منطقه هست، اینا حق دارند، تمام اتباع افغانستان حق داره که از خدمات تذکره الکترونیکی بهره مند شود. ما البته وقتی در خارج از افغانستان خدمات تذکره را میبریم، این نیاز به یک سری مقدمات و تفاهم با دولت میزبان هم داره. یعنی اونا باید بر شما مرکز بتن، با شما تفاهم کنن، با شما همکاری کنن، شما مرکز ایجاد کنین اوجه و خدمات ارائه کنین. ما در ایران در حال حاضر 7 مرکز فعال داریم
یعنی در کمتر از یک سال ما 7 مرکز در ایران که این یک کار عملیاتی ساده نیست فعال کردیم و مرکز 8 را هم در استان اونا خب ولایت ما ولایت میگیم و مردم استان میگه در اصفهان فعال میکنیم چون در اصفهان هم مردم مهاجرین بسیار زیاد بود و بر از اینا مشکل بود میگفتن ما تا تهران که میایم امو پیسه کرای رای خود نداریم اداره یک مرکز را در شیراز یکی را در قم در مشهد در کرمان در سیستان و بلوچستان در مراکزی که ازدحام ولایاتی که ازدحام مهاجرین زیاد بوده ایجاد کرده 7 مرکز است و به زودی سایت اصفهان هم افتتاح میشه در اصفهان هم مهاجرین میتونه بره خدمات تذکره بهره مند شه همزمان با این در امارات متحده عربی هم فعال است چون شما میفهمین هم تعداد زیادی از شهروندای ما اوجا زندگی میکنن و هم کارگرا بسیار زیاد به اوجا میرن مشکل دارن در امارات متحده عربی هم فعال کردیم و در بعضی کشورهای اروپایی مثل جرمنی و اینا یا مثل پاکستان که مهاجرین ما در پاکستان بسیار زیاد است مثل ایران این برنامه هست مثل ایران و امارات اینا هم در پلان است در کشورهای دیگه هم تذکره را خدمات شما بر شهروندهای را هم میکنیم بسیار زیاد تشکر خانم روینا از اینکه امروز آمدین به برنامه خواهش میکنم تشکر از شما ندوی سخمان نکن منگه دماخلو جر برترگرز اخبارانمو روانه ده درن دوستان بیام خرغ لیساس دی مخام په خیر وی او سرنګ شتا تصویر کم دا اوس وکتل ما سره زما درنه ملمنه اغلی نسرین بارکزی د زرغونی علی لسی مدیره سه ما سره مخام خبرونه کده او زه ډیر خوشاله یم چې خپل مور غندې یو استاد هم دا اوس په سنگ کلرم په خبرونه کې لرم دا د خوشاله زید او ماته دی ویار زید سلامونه ونی کېلی گرانو د تلویزیون د مر تلویزیون گرانو کارمندانو ته او د مر مخام برنامه گرانو لیدونکو ته ډیر مننه کیدای شم دا اوس زرګونه ساسو شاګردانم تاسو ګوري بله بله حتما ګوري څوک چې خاطرې لري هغه هم په یاد دی بله بله څوک که وهلې خوړلې هغه هم په یاد دی کوشش کوو ښه خاطره به ولرو ښه خاطره به شکه استاد د لمړی زده کړو څخه کوم ځای څخه شاس پیل کړي چیرته مو زده کړی پیل کړي مکتب مو چیرته پیل کړي بل اخر دل تر رسیدلی اسې ما مکتب لیسی میرمن نازو کې وو ښه نو بیا پانتون تل تربی کابل لسانس می اخیسته ډیر نو معرف ته کار کوم معرف ته کار کوم څو کال کې چې معرف ته کار کوم ډیر کال کې ډیر کال کې او نو مخ خدای زما مکمل ژوند هم دا عمر چې دی دوی دومره خدمت کړې دی اواز آفرین ماشاءالله امنګ امه شوایو چې د افغانان مند چې دی ډیر قوي خلک دي جوړ ډیر ونه لري دل پر چې اوس فکر وکي سمره وخت کې تاسو د مدیرې په توګه کار کوي لاس کال صحیح لاس کال کې او تاسو په هر کال کې فکر وکي سوز شاګردان لري اوس خزرغونی کې اتنیم زر شاګردان اتنیم زر نام خدا نام خدا نام خدا په بلا بلا ټایمونو کې دوه ټایم کې دوه ټایم کې نو فکر وکړئ دغه اتنیم زره کسان اتنیم زره مفکوری لري بله اتنیم زره رقم رویه لري اتنیم زره رقم رفتار لري دوی نو آفرین د دې چې کولای شي دوی کنټرول کی د دوی استادان د دوی سرمعلمین د دوی ترڅنګ هغه انضباط کوم برخه چې دا ټول چې تاسو کنټرولوي نو آفرین مو او دا لاس کاله تاسو دا مسولیت په غاړه لري دا ډیر لوی مسولیت دی او دا بغل افغان مندی بل څوک نشي کولای بله افغان من دین په تاریخ کې نوم لري نو دقیقا کوم مکتب کې تاسو اوسئ زرغونه نه بله یو مثال کې دشي ملاله یو مثال کې دشي نو دا سه څومره ډیر زرغونه نه او ملاله په تاریخ په لړ کې تیر شوی دی احمد شاه بابا مور بله نو څومره داسې نور د تاریخ په لړ کې تیر شوی دی چې اوس نمونه موږ نه شو اخسلې یا زموږ په ذهن کې نشته نه نو واقعا چې تاسو دی ویار موږ ته ویار یاستئ تاسو موږ وظیفه ده او استاد درش کال کې چې د خون کې په هیڅ کار کوي بله شل کال
یو اتلس کال خون کیوم بیا سر معلم وام تو کال لس کال داد چی مدیریم دلیسی مدیر کم مضمون تاسو درس ورکاو شاگردان باغ دوره که چی ما درس ول کام پشتو مضمون بیا از ما رشته ساینس ده بیولوژی خا کمی سختو نه ده سخت نه پشتو مجبور دانو تازه و سخت نیست شاگردان تو سخت شاگردان تو سخت ده نه دادن شاگرد چی معلم وقت درس ور کی هت مشکل نه چی پویی کی بله یه پویی که یه معلم باید با مهارت و میتود و سیستم بلدی هت مشکل نداره شاگرد فکر کنم شاگردان تر کم فیصد کم اندازه استاسول اگر ترس سخت استاس تدریس که وی خوشحال دی آموزه کی نوزا مبالغه نکنم زه چه لازم سنفوم تی درس ور کامل لاس کلمه که چی معلم وام هنو زما پسیم که تو الله خوشحال او و داشتی بتاتو وایم چی یا نفرم کام ناکام می ندلود دیدی دپار جدا بیولوژی خو سیستم میده چه عملی باید کار وکی عملی پل لابراتوار چه کار که ده داغ آخری شاگردم چی اگه تلویش نفر پسیم کده اگه آخریم کامیاب چی عملی کار میکاول اگه دم را نمری ور چی تلور سوال پینده سوال الکی ات ناکام می ندارم. استاد داشتی اوزای رسید لی اوچتا سوایلی چی نور استادی نکام. دزلا متین تیر اگشوی. نه. سورشوی. نه زد وطن سر می نلرم و دو وطن دولت سر می نلرم. خوارم چی. اوسی. بله بله. استاد استاد پکرانه که نور سوگم شدی چی استاد اوسی. نه. ایسو. تو ول فارماسیستاندی. خا. تو ول دکتراندی. فقط زای آواز مارب کی. خوگوری تاسو. بله. امدا تاسو وی چه غویال ترسید لی دیگه. بله. سعی دکم. خوچ خون که نیو دکتر بده کم زیست. بله. خون که نیو انجینر بده کم اشیو. خوچ خون که نو نمگ بده کم زای شو. جلد دم خبری کرده و نه. بله. خوند دا خبری مگ دو سادان نزد کردی دی. بله. چیز مگو سادان کلا جدید تختیب سر داره دل نو دا تول دن سام پوینه کی نه. بله بله. یا پوینه کی ده یا باید پالیسی ولر رو پالیسی که باید دزره لکمی باید شاگرد درس ور کو. دقیق. یا وطن تمینه ولر. وو. مچه اگ خاله چی وطن تمیلره. وو. باید درس ور کو چی داغاین ده افغانستانو ترکی وکی. میشه. مچه دافت داغت. میشه. بله. تو روز پوری تاوری دل شیرم داد چکم زه کی وایی چی یا استاد داغ کرده. تخلو فکره؟ نه نه استاد نه نه استادان نکی نکی نه معلم نکی زه فکر کنم چی آوازی نیم داخل وقی معلم وقی معلم وقی معلم معلم جوکات با راغلی آقا تخلف نکی زه فکر کنم چی دند تولنی یا ام داغ غری دیچه فساد ندیر لری دی بله او پدی کوشش کدی یا پدی هست که چی داغ سوک چی فساد داغ ماشومان یا از دکتر لانچی پو مکتب کدی پو خوانزی کدی دوی تا دوی هم دا خبری هم دا غدی تاسو باید نیک کارو کهی تاسو باید ساله انسانانو سگی تاسو باید خلکو تا خب ورسا باید معلم همیشه دا معرف طرز عمل درس ورکی تخیخ هم دا خبرت دوستان دا ماغوری جر برترا گرزو و ماستر آقل نسرین بارگزه بیا هم اخباران کشته ده تاسو زموک خبری بیا هم باید راغلی درن دوستان بیام ما خام خیر استاد ماسره بیام بخبران که ده استاد داد دمی که مام داس امتی بار مخبری کن داسی استاد شاگردان شدی چی پدی زرد شل کالو یا اتلاس کالو که استاد سلاسلان دی درس ولی فیلان پد دولتی سوکی او کیوسیگی بله د وزارت معرف مین چه ده خا مرجان متین آقا د زرگانی لیسیف شاگرد خا بله دیرلر وزیران دی وکیلان دی و لوار کیته د زرگانی لیسی شاگردان است فارغان دی پداقش لکال خا خا دیر خب استادی اشیا مخکی ما ولش دغدغه انسانان چی دی فکرونه دیر فرقی مثال کلاس کسای اوزای کوسی که لس فکر لری بله بله لس رویل لری لس رقم دوی کار کی نو استادو دا کنترل سنج کیگی ده استادانو ده شاگردانو دا کنترل سنج که ولش شاید ماشاءالله بیربار استادو تیر ده بله دستی ده چه معرف طرز عمل داری لایل داری قوانین داری بیا پا معرف که مش سیستم میجور کری سیستم میجور کری وس پس سیستم که هر سوک نو داخل سو کار کین دلت توپیر نستانو هیچ شی نسته چی فکر یا مفکوره متفاوت وی نسته چون سیستم ده به سیستم که طول را روان دی و قد ده معرف به لارک صحیح
استاد استادان و ماش څنګه دی په وخت باندې ورکول کی کنه او ما غار ماش ماشونه صحیح دی په وخت ورکول کی میاش په میاش ورکول او ځین نور مشکلات چې د کتابونو دی د بکسونو دی د قلمونو دی دا مشکلات محل دی اوس کنه دا خو مشکل کتابونو مشکل ستنه دا څو کاله مشکلات ست چې کمپیوټر لر وو او بیا کله وزارت معرف څنګه تاسو سره همکاري لري هو خو دا درې کاله ترور کالج تر اوسه کتابونه نه دي چاپ شوی که اوس چاپ دی تر اوسه بیا نه دي رسیدلی په دې کال کې شاید ورسیږي اخر کال ته نه سلری ځین ځین وخت وزیر صاحب سره کې نه نه کې نه دا ځین خبره دوی سره شریکوي چې او یا د تاسو کار کې نه کې معرف شار کابل رئیس صاحب ته منته مشکلات د کتابونو ول دی خو تر اوسه هغه چې چاپ شوی اول تر شپږم صفه مشته رسیدلی ده نوې سیستم ډیر څه سیمینارونه د لو د استادان سیمینار وخت ش درس ورکي نمونه درسونه ورکي اول تر شپږم هغه وام تر دولسم کتابونه وای تر اوسه چې ورسیږي نو دوه درې میاشتې به وخت ونیسي دا کتابونه چې ورسیږي مکتبونه کې دیش خلاص شي دا کمپیوټر ستا وام تر دولسم او سات کورونا او بیا قرنټین شو یو څو وخت مکتبونه نو نو بیرته دا د امتحانونه دی بیا انجونی راغلی دی بیرته امتحانونه لپاره څنګه د فضا انجونی په دغه قرنټین کې درسونه ویلی دي نه دی ویلی څنګه فضا څنګه ښکاري هو نو زما خو شاګردان عمل په میاشت سر په میاشت خو درس وویل تر و هم د جوزا چې بیا قرنټین شو بله بله دا دوه میاشتې هم په پیچ د زرغونی کې موږ ورته کار خانگی هر شی موږ ورته ورکړی یو چې په تر دې صفه تاسې وایي کار خانگی موږ ورته ورکړی اما سوالونه چې اوس راځي هغه دوه میاشتې درس چې ویلې هغه سوالونه دي سوالونه بیا نور نسته چې جلا د درس سوال راسي صحیح سوالونه دي امتحان هغه ده چې دوه میاشتې درس ویلې او نو خدای چې دوی په کور کې ملک زردرس ویلې ویلې دا ویلې نو رقابت لري زما په سیمفو کې لاس نه فرغ وړي اول نوم رسي لاس کا سپاس کې دا غر ټول رقابت لري درس وای واقعا دا ډېر خبر دی انجونی انجونی بیا به خې دې مسله کې ډېر جدي وسی او ډېر جدي وسی کې چې د څه جالب خاطرې احساس په مکتب کې د استادی په دوران کې یاوز مدیریت په دوران کې د سم ذهن کې شته کومه خو جالب خاطر خو څه ډیر دی خو منته دا جالب ما ته ده چې زه چې زرغونی ترالم سیستم می جوړ کړ نو بیا په سیستم می ډیر زحمت می وستل درې کاله بیا دوه کاله پس ل چې شپږ نوي کال کې زما شاګردان لس نفر په تپ پانتون ته کامیاب شو نام خدا نام خدا دا درې کاله می ورته زحمت وستل په دې زحمت استادان زحمت استل پس بیل د درس د معرف پنځه د خیر موږ کانکور هم شاګرد تر کار کو درس کانکور ورکو نو جالب دا غماته او چار شاګرد راتله فیزه تب کې یو یو فارمیسی کې یو لسانس کې یو انجینری کې زیات از ما شاګردان په دغه شپږ نوي کال کې ات و نوي کال کې و ات نوي کال کې ټول کامیاب دي نه نوي هم نن بایومټریکس د خیره نن بایومټریکس او چمتیان ورکي ډیر ان شاء الله چې دا جالب خاطر ده چې ډیر شاګردان ما د کابل په پانتون کې خوشاله زه خوشاله زه اوس سو کال کې چې مکتب کې مدیر په نو شپږ کال پرسو او هم کال واسته مو ډبل د لکې انا واسته کار ده کار ده کار کوم سیستم می جوړ د اټس اوس مشکل په زرخونی کې نه لرم سیستم می جوړ کې کوم کنه می جذب کې لابراتوارونه په تلویزیون او کیمرا او په دې می عیار کې ټول د خارجي د کومکه د شاګردانو د پلار $15,000 جنس می راوړه د دوه سفارت د دوه سفارت ان جنس ده ټول جنس دي نو یو شل لاک افغانی د شاګردانو پلار مکتب ته زحمت وستل څوکی راول چای جوړ کینو بعضی شیان جوړ کای فقط اوس په زرغونی کې چې مشکل پاتې دي ساختمانی مشکل ده چې دا یو ساختمانی مشکل چې اواده سی تی بی ام او اواده سی انفجارات دا یو خسارات لري چې دا ساختمانی بله بله یو ترمیمات ما مقصد اوریدل چې تاسو بدماشیم کوي سړک بندوي ها سړک چې بندوي خو د رخصتي په وخت کې شاګردان ډیر دي اوس موږ د مقامات نه دا تقاضا لرم چې د سر د رخصتي په وخت فقط 40 دقیقې موږ سره کومک وکي سړک بند کې 40 دقیقې که 40 دقیقې موږ سره کومک ونی کی زما شاګردان ډیر دي سړک اټ نو څنګه دي لاره نسته چې شاګرد تیرس آل ترختیا مول چې سړک دی
د دوی مکتب دروازې خولې کې سړک دی. بله نو دلته پکار ده چې ځین ځینې وخت چې ماشومان رخصتېږي، نجونې رخصتېږي، نو د هغوی لپاره غوښتنه زموږ هم همدا ده، دولت څخه چې کومک وکړي، له مدیره صاحب څخه چې تر څو دغه ماشومان په راحته توګه خپل موټرونو ته جګ شي او د سړک نه په راحته توګه تیریدای وشي. څه د ویل لرئ شاګردان ته، د هغوی کورنیو ته، یا څه دوستان چې موږ ګورو همدا اوس دوی ته څه وینا لرئ، څه باید وکړي؟ زما پیام دوی ته دا ده چې شاګرد موږ خو تسمقات مې ورکړې، کار مې کړی، پلان مې ورکړې، شاګرد ټوله مصروف دي درس ته. زما پیام د دوی فامیلونو ته دا دی چې د خپل د اولادو دغه کارخانګي وګوري، دغه درس وګوري، چې تعقیب یې کړي، چې زه غواړم چې بیا ډاکتران ولرم په پوهنتون کابل کې، بیا انجینر سي، کامیاب سي، په هر پوهنځي کې چې کامیاب سي. فقط زما پیام د دوی فامیل ته دغه ده. ډېره ښه خبر ده. کور ته بیا وخت ورکولی شئ که نه؟ کور لا شپه کور ته ځو. زه همدا وایم که نه، شپه کور، شپږ بجې سهار راځو، پنځه بجې کور ته ځو. ماشاءالله، آفرین. که کار وکړي، کار چې کوو خو دغه یولس ساعته زه کار کوم. ډېر سخته ده، ډېر سخته ده. چې با مسؤلیته کار کوو. د مدیر صاحبانو هر دقه وګوري چې په امضا کې ده، هر دقه امضا کې ده، هر دقه صنفو ته تګ، د لاین په سر تګ، نو دا ټول واقعا حوصله غواړي، توانایي غواړي، او دا نو د هر چا په وسن دی. ستاسو چې واقعا خوشحالېږئ، کومه شیبه کې ډېر خوشحالېږئ، کوم لحظه ګوري چې واقعا د زړه نه خوشحاله شي؟ اوس خو په دې وخت کې دا خوشحالېږم چې شاګردان ټول خپل کورو ته ورسېږي، ټولو چې درس وایم زه خوشحاله یم، په دننه په مکتب کې زه مشکل نه لرم. څه خبره چې دوی رخصتېږي دغه په سره کې واقعیت موږ ته یو تشویش ده، تر هغو چې خپل کورو ته رسېږي نو آرامي بسي، آرامي غواړم نو. بېشکه استاد، تاسو خو په کور کې نه اوسېږئ، بیا د غرمې ډوډۍ څنګه کوئ دفتر کې؟ په مکتب کې دفتر کې خو موږ لرو نو خپل ځان ته جوړو، خپل هم ځین ځین وخت آماده کوي که نه؟ نه، هره ورځ په مکتب کې، په مکتب کې بیا کارګران دی نو کومک کوي ورسره ځینې وخت خپل آماده کوي. نه، کله بېکاره یې چې کومک وکړو، په مکتب کې خو بېکاره نه. یو ورځ تاسو ووایئ چې زه نن ورځ ډوډۍ په ما په مکتب کې نه کېږي، یو دقیقه نه کېږي، پنځه دقیقې نه کېږي. مصروفیتونه څه شی ښه آماده کولی شئ؟ بله، څه شی ښه آماده کولی شئ خوړو کې؟ هر شی نه. نن شیر احمد موږ او تاسو یو څه آماده کړي دي. چکن هانډي، چکن هانډي چې بیا بېګاس خلاص شي کی چکن منډي کی، چکن منډي. ځینې وخت شوی ده چې شاګردان دې باندې په قار شوی اوسېږي؟ نه نه، په قار نه، د دې دپاره چې زه سیستم چې جوړ کړی ټوله اطلاع ورکوم صنفو ته، بیا ځان عیاروي. داسې دا ځوانان ښه دي، هر شی چې ورته ووایي هغه کار کوي. سیستم چې جوړ شو عام ده، سیستم د معرف طرز عمل، قوانین، لایه، ټول په سیستم کې سمت ته ځي. نگران کار کوي، سر معلم کار کوي، معاونه صاحب کار کوي، بس کار جوړ ده. دا ښه خبره. او چې هر څه په سیستم باندې لاړ شي؟ بله بله، موږ ته پلان لرو، دا پلان چې ورکوو یو میاشت مخکې ورته ورکوو، په دې ورځې کې دا کار دی، په دې ورځې کې دا کار دی، چې ټول هم درس مخته یوسو هم کار. لکه ماشین غوندې یو سوچ وهي، هغه ماشین ګرارې خپل، اما پلان ورته جوړه. دقیقا، درې میاشتې مخکې پلان ورته. نو تاسو ډېره مننه کوم له دې چې تاسو نن ماښام پرون ته راغللی، د شیر احمد د لاس چکن هانډي زیر منه چې ستاسو خوښ شي، لږ زره نور شیان کې راته وایي چې څنګه دی د شیر احمد اشپزي څنګه ده؟ اوسه دا څه شی بنورم پور و هو سم باخې دی اما ده، خو بیا نورم ښه راځي. ښه ښه، نه و تم ښه رنگ خو کله ده، خدای دې چې خوند مو کله چې ما زاد لږ زره مهرباني وکړه، لږ زره نوشه جوړ وسی تاسو هم واخینو. زه واخلم، زم زه خود شیر احمد د لاس پاړه استاد هر ورځ خورم، خو نن د تاسو لپاره شیر احمد خاص هم دغه ماده کړم. مننه مننه، زه لمن چې استاد خوښ شي، که خوښ مو نشو بیا شیر احمد ته استاد یو جزا ورکو. لکه مونږ جزا خو ما ورکوه، دا شو رنگ خوښه ده چې مزه یې شي. او خدای دې وکړي. اوسه څنګه؟ لا شکر، ډیر ښه مزه داره ده، مالګه هم شته. واه 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 واه، ډیره ښه مالګه هم شته. ډیره مننه کوم اغلی نسین بارګزی صاحب څخه، د زرغونی عالی لیسې مدیرې صاحب څخه، له دې چې نن ماښام خپرون ته راغله او څو دقیقې مو ورسره کیسې وکړې، د دوی ژوند نه خبر شولو، د دوی د کارونو څخه خبر شولو. نو زموږ ستاسو د آینده نسل، یا اوسنی ځوان نسل چې دی، د هغوی د
درسونو د لوسلو هغه طرز عملونو خبر شو دا ډیر نیک خبر وو مننه ساس ډیر خرغ مننه جوړ وسی ډیر خرغ مننه واقعا خوشاله شو ساس په لیدو نړۍ مننه کو لټول لیدونکو څخه چې تر دې د ملک مخ سره وای دا زموږ نن نیمه خوانی په واتس اپ شمیره عمل تشته تاسو کولی شئ چې خپل پیغامونه مو سره شریک کړئ الله مل شه خوشبه د خدای په امان.